اگر به جای اینکه زمان ما را کنترل کند، ما بتوانیم زمان را کنترل کنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر شما بتوانید به هر نقطه‌ای که زمان امتداد دارد بروید، به کجا می‌روید؟ چه خواهید دید؟ اگر سفر در بعد زمان امکان پذیر باشد، ما شاهد چیزهای فوق‌العاده‌ای خواهیم بود. ما می‌توانیم ظهور و سقوط امپراتوری‌ها را ببینیم. ما روزهای درخشان امپراتوری روم، ساخت اهرام مصر و همچنین دوران قدرت و از بین رفتن دایناسورها را خواهیم دید. همینطور که مسافران به کره زمین نزدیک می‌شوند، آنها مجدداً آینه‌های اطراف خود را باز می‌کنند و مجدداً با شلیک لیزر به سمت آینه‌های سفینه سرعت آن را کم می‌کنند. Into the future. اما در اینجا قسمت هیجان انگیز آن نهفته است. بر اساس ساعت‌های روی کره زمین 1000 سال گذشته است، در حالی که در همین زمان ساعت داخل فضاپیما گذشته فقط 10 سال را نشان می‌دهد. این نسبیت زمان به آنها اجازه داده است که به آینده سفر کنند. اما برخی از فیزیکدان‌ها معتقدند که یک راه دیگر هم بجز حرکت با سرعت نزدیک به سرعت نور برای رفتن به آینده وجود دارد. تا زمانی که شما از نزدیک شدن به یک حفره سیاه ناراحت نشوید، می توانید این کار را انجام دهید. مانند یک رودخانه روان، زمان نیز بدون توقف به سمت آینده در حال حرکت است. قطرات آب مانند ثانیه های یک ساعت هستند که به سرعت عبور می کنند. مسیری که رودخانه طی می کند با پیچ و خم هایش شبیه به زندگی است. اکنون دانشمندان می گویند که با تکنولوژی مناسب می توانیم با این جریان زمان بازی کنیم و به آینده پرواز کنیم. One is paddling along the river in the direction of the flow. Then, in fact, one can get to a greater distance than if one were just going along with the flow. This is sort of like traveling forwards in time at a faster rate than is normally possible. یک راه دیگر برای سفر به آینده به جز استفاده از شتاب دهنده ها وجود دارد. این مانند آویزان شدن به چیزی است که دارد حرکت می کند. به جای حرکت با سرعت به نزدیک سرعت نور برای سفر به آینده، گذراندن زمان در اطراف یک نیروی جاذبه بسیار قوی همین کار را انجام می‌دهد. یک بار دیگر به کشف عجیب انیشتن در حرکت در بعد زمان می‌رسید. او پیش‌بینی کرد که شعاع نور می‌تواند در مواجهه با اجسام بزرگ فضایی مانند ستارگان و سیارگان انحنا پیدا کرده و خم شود. این ایده بسیار مهم او در تلاش برای تلفیق نیروی جاذبه با تئوری نسبیت خاص بود که به تئوری معروف نسبیت عام منجر شد. تئوری نسبیت عام میگوید که فضا و زمان شبیه یک پارچه هستند و بسته به اینکه چه میزان جرم در یک زمان مشخص دارید، میتوان آنها را خم و تا کرد. انیشتین متوجه شد نیروی جاذبه در اصل به این صورت کار میکند. برای فهم موضوع میتوان تصور کرد که یک جسم فضایی بزرگ مانند خورشید، مانند یک توپ بولینگ بر روی یک صفحه لاستیکی است که همانطور که در فضا قرار میگیرد، فضای اطراف خود را خم میکند. اکنون اجسام کوچکتری مانند کره زمین، ما متوجه می‌شویم که چون فضای اطراف خورشید به صورت منحنی است، کره کوچک ما نیز در یک مدار در اطراف خورشید خم می‌شود. درست شبیه به سیاره‌ها، شعاع‌های نور نیز نسبت به نیروی جاذبه حساس هستند. آنها نیز به طور واقع وقتی از اطراف جسم بزرگ عبور می‌کنند خم می‌شوند. انیشتین همچنین متوجه شد که اگر فضا قابل انعطاف است، پس زمان نیز منعطف می‌باشد و این دو به طور عمیقی در هم پیچیده‌اند. او حتی آن را بعد چهارم نام نهاد. اگر فضا و زمان یک است، پس زمان به تنهایی مانند یک رودخانه خشبین با شتاب‌های مختلف در نقاط مختلف جریان دارد و دارای پیچ و خم می‌شود. در واقع شبیه به یک رودخانه، سرعتی که زمان حرکت می کند بستگی به اندازه و شکل مانعی که با آن برخورد می کند دارد. So in a similar way, if you put a clock in a strong gravitational field, that's like an obstruction that causes the time to move more slowly.
پس اگر از کش شدن زمان توسط نیروی جاذبه بتوان استفاده کرد، میتوان از آن به عنوان یک ماشین زمان برای حرکت به آینده استفاده کرد. برای اینکه بهترین راندمان را برای رفتن به آینده داشته باشیم، بهترین راه استفاده از بزرگترین نیروی جاذبه که برای علم شناخته شده است میباشد. نیروی اطراف و داخل حفره سیاه، آنها به شکل مخروط‌های عمیق در فضا هستند که به طور بنیادی کج شده و زمان را کند می‌کنند. من در این چاه جاذبه رفته و شروع به تجزیه می‌شوم. شما ممکن است که فکر کنید من مشکل دارم، ولی من با سرعت بسیار کنتری از شما که در بیرون این چاه هستید پیر می‌شوم. این به معنای آن است که محیط اطراف یک حفره سیاه بهترین کاندید برای ماشین‌های زمان خواهد بود. اگر یک نفر به اندازه کافی به یک حفره سیاه نزدیک شود، زمان شروع به کند شدن می‌کند، به طوری که وقتی یک دقیقه برای او می‌گذرد، مانند گذشت صدها سال برای کسانی است که در فاصله دوری از او هستند. نزدیکترین حفره سیاه به کره زمین در مرکز کهکشان ما قرار دارد، که به صورت فلکی ستاره آ شناخته می شود و در فاصله 26 هزار سال نوری از زمین قرار دارد. هرچند ما نمی توانیم مانند فیلم های سینمایی به این مکان برویم، ولی ایده مانند همان حرکت با سرعت نزدیک به سرعت نور است. ما می توانیم با کند کردن زمان نسبی یک مسافر به آینده سفر کنیم و سپس به زمان حاضر که بر کره زمین در حرکت است برگردیم. با استفاده از یک سوپر کامپیوتر، مکس به ما نشان می دهد که سفر با ماشین زمان در اطراف این حفره سیاه برای مسافران به زمان آینده چطور خواهد بود. We're looking here at the monster black hole in the middle of our galaxy, which weighs 3 million times as much as the sun, and it makes a great time machine for traveling forward in time. اگر مسافران به آینده بتوانند از پس جریان‌های ناآرام اطراف حفره سیاه برآیند بدون اینکه به آن خیلی نزدیک شده و یا به داخل حفره کشیده شوند، آنها خواهند توانست به آینده دسترسی پیدا کنند. اما اگر یک مسافر ماهر فضا بتواند در یک مدار باثبات قرار بگیرد، تجربه‌ای که خواهد داشت فوق‌العاده خواهد بود. And watch Earth in your telescope, watch television from Earth while you're there, and everything will of course appear to be happening in fast forward mode because your time is running slower. When you feel you've had enough, you gently turn on your rocket thrusters, start spiraling out of your orbit, and go back home to Earth. And when we come back home, we're going to be much younger than our old friends back here. اما سفر به عقب در زمان بسیار مشکل تر است. برای اینکه به صورت فیزیکی به عقب برگردیم، شما باید سرعت نور را پشت سر بگذارید و همانطور که انیشتن با فرمول E مساوی MC2 ثابت کرد، این امر غیر ممکن است. ولی ممکن است که یک راهی برای آن وجود داشته باشد. مشکلی که وجود دارد این است که انیشتن نشان داد که شما نمیتوانید موشکی بسازید که از سرعت نور سریعتر حرکت کند. اما در زمان و فضای موجود شما میتوانید با انتخاب یک مسیر میانبرد از نور جلو بزنید. این ایده فوق‌العاده بر اساس چیزی است که انیشتن ثابت کرد که جاذبه میتواند به فضا و زمان انحنا بدهد. در زمان و فضای موجود می توان فضا را پیچاند، به طوری که هر چند شما به سمت آینده حرکت می کنید، ولی چرخیده و گذشته را در مسیر خودتان می بینید. اگر ثابت شود که این تئوری قابل اجراست، نتایج اعجاب آوری را در پی خواهد داشت. شما می توانید به جایی برگردید که قبل از حرکت خود از آنجا شروع کردید. این به نظر یک ایده عجیب و دیوانگی است، اما بحث درباره این نو ماشین زمان با یک اسم متفاوت مدتی است که شروع شده است. ما فیزیکدان‌ها به آن منحنی وسیع زمان یا CPC می‌گوییم. ما در ادبیات فیزیک به آن ماشین زمان نمی‌گوییم، چون خجالت‌آور است. ما در ادبیات فیزیک به آن CPC می‌گوییم. دانشمندان معتقدند که به ساختن یک منحنی بسته زمان نزدیک شدند، چیزی که به آن CTC میگویند. شاید اگر ما بتوانیم آنقدر انرژی در داخل یک ذره ذخیره کنیم، ممکن است که بتوانیم زمان را به صورت منحنی در بیاوریم. اگر این امکان پذیر شود، میتواند درب را برای بازگشت در بعد زمان باز کند. اما یک ماشین منحنی بسته زمان شبیه چه چیز خواهد بود؟ یک طراحی بر اساس کار یک فیزیکدان جوان به نام فرانک تیبلر در دانشگاه تولون است.
در سال 1970 او به صورت ریاضی مطرح کرد که اگر شما یک استوانه بسیار بلند چرخان در فضا داشته باشید که با سرعت هزاران دور در ثانیه و نزدیک به سرعت نور بچرخد، می توانید به یک منحنی بسته زمان دست پیدا کنید. این به این معناست که یک استوانه بزرگ چرخان می تواند باعث شود که فضا به چرخش در آمده و همینطور زمان به صورت یک حلقه درآید. اگر شما مسیر نوری را که از این استوانه به بیرون پرتاب می شود را دنبال کنید، شما در زمان به عقب می روید. اگر شما به صورت درستی در اطراف استوانه حرکت کنید، شما می توانید به جای قبل از حرکت خود برسید. این مانند یک حلقه در حلقه قطارهای تفریحی است. زمان همیشه به سمت آینده می رود، ولی اگر بشود در اطراف این حلقه زمان حرکت کرد، می توان به جایی برگشت که در گذشته بود. تیپلر مطرح کرد که این استوانه چرخان باید حداقل به طول 60 مایل و قطر 6 مایل باشد. حتی اگر این طرح قابل اجرا باشد، با این نوع ماشین زمان یک مشکلی وجود دارد. شما فقط می توانید در دوره زمانی که این ماشین ساخته شده است به عقب برگردید. ولی اگر می خواهید بیشتر به عقب برگردید، شما به یک ماشین زمان طبیعی نیاز دارید. برخی از دانشمندان معتقدند بهترین شانس برای بازگشت بدون محدودیت به زمان قدیم بر عناصری نهفته است که هرگز دیده نشدند، اما وجود آنها پیش بینی شده است. این عناصر رشته‌های کیهانی کازمیک استرینگز نامیده می شوند. برخی معتقدند که آنها در جزئی از ثانیه بعد از انفجار بزرگ اولیه یا همان بیگ بنگ که جهان خلق شد به وجود آمدند. این رشته‌های کیهانی از عناصری با چگالی بسیار زیاد و بلند درست شدند و لرزش دارند و همانطور که در جهان جریان می‌یابند، انرژی ذخیره می‌کنند. وزن آنها به اندازه 1,000,000,000 تن در هر ثانیه است. یک رشته کیهانی به طول 1 مایل بیشتر از کره زمین وزن دارد. جی ریچارد گاد، فیزیکدان از دانشگاه پرینستون، معتقد است که چگالی بسیار زیاد این رشته ها را قادر می کند تا زمان و فضا را بچرخانند. این دستورالعمل برای سفر در زمان به 2 عنصر نیاز دارد. رشته های کیهانی شبیه یک نوار عظیم با رشته های بی نهایت بزرگ که با سرعت بسیار زیاد که تخمین زده می شود برابر با نصف سرعت نور است، در اطراف گیتی حرکت می کنند و اینطور تصور می شود که در طول زمان انحنای خود را از دست داده و مستقیم می شود. بر اساس محاسبات گاد، شبیه سفیر باد ناشی از حرکت دو قطار از کنار یکدیگر که یک مسافر حس می کند، وقتی دو رشته کیهانی هر کدام با سرعت نصف سرعت نور از کنار هم عبور می کنند، چنان انرژی بزرگی ایجاد می کنند که فضا و زمان را به اشکال عجیبی تغییر شکل می دهند. وقتی این اتفاق می افتد، قسمتی از فضا مانند یک قسمت از پیتزا که خورده شده است به صورت شگرفی ناپدید می شود و وقتی تا می شود، یک مخروط بسته زمان به وجود می آید. به عبارت دیگر، ناگهان یک مسیر میانبر در زمان پدیدار می شود. این مسیر میانبر که توسط دو رشته کیهانی که از کنار هم عبور می کنند ایجاد شده، می تواند به عنوان ماشین زمان استفاده شود و می تواند مسیری در فضا را برش داده که از مسیر سرعت نور کوتاه‌تر است. یک سفری را تصور کنید که هیچ زمان حرکتی در آن نباشد. شما می توانید طوری تنظیم کنید که سیاره آ را در ظهر ترک کنید و از اطراف این رشته های کیهانی عبور کنید، به سیاره بی در ظهر برسید و متعددن به سیاره آ در ظهر برگردید. سیاره آ در ظهر همان زمان و مکان است. پس شما می توانید به خودتان سلام کنید و بگویید که من در اطراف رشته های کیهانی بودم. این راه حل اجازه سفر به گذشته را می دهد. اما چون ما نمی دانیم که در زمان و فضا چطور شکاف ایجاد کنیم، ممکن است که مجبور شویم از یک سیستم طبیعی به جای آن استفاده کنیم. فیزیکدان ها معتقدند بهترین شانس برای درست کردن یک ماشین زمان استفاده از یک زوج حفره سیاه متصل است، هرچند که هنوز مشکل زنده ماندن بیرون آمدن از این سفر باقی است.